اظهارات آقای خامنه ای در دیدار با رئیس جمهوری روسیه سید علی خامنه ای روز چهارشنبه در دیدار با پوتین رئیس جمهوری روسیه با اشاره به ظرفیت بالای همکاری های اقتصادی بین دو کشور اظهار داشت نتایج خوب همکاری ها نشان می دهند. امکان دستیابی به اهداف مشترک برای تهران و مسکو در زمینه های دشوار ممکن است وی همچنین همکاری مشترک ایران و روسیه را برای مقابله با تحریم های مشترک آمریکا علیه دو کشور مفید دانست و خواستار حذف دلار در معاملات اقتصادی دو کشور و جایگزینی پول ملی شد وی با اشاره به مسائل سوریه و نقش روسیه در حل مشکلات این کشور از اینکه پوتین مسائل منطقه را بدون طرفهای خارجی حل و فصل می کند ابراز خوشنودی کرد در این دیدار پوتین نیز با مفید توصیف کردن دیدار خود با همتای ایرانی و مقامهای جمهوری اسلامی ایران را شریک استراتژیک و همسایه بزرگ روسیه خواند و با اشاره به هفت برابر شدن صادرات محصولات کشاورزی به روسیه انرژی حمل و نقل و فناوری های نوین و کشاورزی را جزو زمینه های مناسب برای گسترش روابط اقتصادی توصیف کرد. صادرات گسترده محصولات کشاورزی از ایران به روسیه از جمله انتقادات مهمی است که کارشناسان محیط زیست بر رابطه اقتصادی بین ایران و روسیه وارد می کنند و با توجه به بحران آب گسترده در ایران و توقف کشاورزی در پهنه های وسیعی از کشور صادرات محصولات کشاورزی از ایران به روسیه را برای کشور مزر می دانند. به علاوه رهبر ایران در حالی از استقلال پوتین در حل مسائل منطقه‌ای بدون طرفهای خارجی ابراز خوشنودی می‌کند که تحلیلگران بر هماهنگی بین روسیه و آمریکا در پرداختن به موضوعات منطقه تاکید دارند ارتباط ایران و روسیه و علاقمندی ویژه آقای خامنه‌ای به این کشور از جمله نکات مهم و مبهمی است که همیشه مورد توجه و کنجکاوی تحلیلگران قرار دارد چند سال قبل گزارش شبکی دولتی روسیه درباره حضور سید علی خامنه ای در مسکو و در دانشگاه پاتریس لومونبا در اواخر دهه 60 میلادی جنجال های زیادی برپا کرد در گزارش مذکور ادعا شده بود بسیاری از شخصیت های مهم سیاسی در دنیا برای تصدی پست های رهبری در جهان در این دانشگاه روسی آموزش دیده و با نفوذ شوروی در این پستها قرار گرفتند نام سید علی خامنه ای نیز در بین اسامی قرار داشت که البته مورخان استنادات گزارش مسکور را رد کردند اما به هر حال رهبر ایران علاقه خاصی به پوتین و موقعیت فعلی روسیه در ارتباط با تحولات منطقه ای دارد و پوتین هم سعی کرده است که از این توجه خاص به عنوان دستمایه‌ای برای نفوذ خود در ایران و نیروهایش استفاده کند وی همچنین از کارت ایران در بازی با آمریکا استفاده می کند. روزها در دوران ولایت آقای خامنه ای برای نخستین بار در طول تاریخ یکصد ساله اخیر ایران نه تنها در ایران به پایگاه های نظامی دست یافتند بلکه صدها تن از فرماندهانی که در روسیه آموزش دیدند به ستون پنجم روزها تبدیل شدند. ناخدا افسلی فرمانده اسبق نیروی دریایی به جرم ارتباط با حزب توده به عنوان جاسوس روزها اعدام شد و امروز بسیاری از فرماندهان سپاه به جاسوسی و اطلاع رسانی برای روسیه مشغولند و نه تنها مجازات نمی شوند بلکه در بسیاری از موارد تشویق هم شدند. پاسخ عراقچی به نمایندگان مجلس ایران درباره عهد شکنی های آمریکا عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه برای پاسخ به نتایج گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره روند اجرای توافق هسته‌ای در صحن علنی مجلس حاضر شد و به سوالات نمایندگان در این باره پاسخ گفت. وی با اشاره به اینکه نقض عهد آمریکا در اجرای برجام فقط به دولت فعلی محدود نمی شود، اظهار داشت دولت قبلی آمریکا هم در این باره عهد شکنی هایی داشته است. در این گزارش به تحریم 11 شخصیت حقیقی و حقوقی، اجرای قانون ویزا علیه ایران، توقیف اموال ایران، حفظ قانون محرومیت ایران از معامله با دلار آمریکا و بهانه‌گیری درباره فعالیت‌های موشکی ایران از جمله موارد عدم پایبندی آمریکا به برجام قید شده است. آقای عراقچی مواردی از جمله محدودیت ویزا و تحریم های غیر و افزودن افراد جدید به لیست تحریم را از جمله موارد مغایر با برجام دانست و اظهار داشت تا کنون طی ده نامه موارد بدعهدی و عدم پایبندی آمریکا در کمیسیون مشترک سازمان ملل ثبت شده است. بنا به اظهارات تحلیلگران مشکلات دو کشور به خصوص در مورد برجام از زمان روی کار آمدن ترامپ تشدید شده است هر دو کشور یکدیگر را به نقض موارد مورد توافق در برجام متهم می کنند و از جامعه بین الملل خواستار رسیدگی به عهد شکنی های طرف مقابل هستند. ماه قبل ترامپ با اشاره به عدم پایبندی ایران به توافق هسته‌ای تهدید کرد ممکن است آمریکا از برجام خارج شود و تحریم ها به وضعیت سابق برگردد در مقابل ایران نیز تهدید کرده است در صورت خروج آمریکا از برجام ایران بلافاصله فعالیت ای خود را از سر خواهد گرفت آقای خامنه ای رهبر ایران نیز گفته بود اگر آمریکا برجام را پاره کند ایران آن را ریز ریز خواهد کرد فعالیت های موشک های بالستیک ایران از جمله مواردی است که توسط دولت آمریکا به عنوان مورد نقض توافق برجام عنوان شده است. پوتین رئیس جمهوری روسیه که در ایران به سر میبرد به عنوان یکی از طرفین توافق برجام روز گذشته در تهران اعلام کرد برجام ارتباطی به مسائل دفاعی و موشکی ایران ندارد. نتایج دیدار سه جانبه در تهران در پی حضور رؤسای جمهوری روسیه و جمهوری آذربایجان در تهران برای گفتگو درباره مسائل مهم منطقه‌ای، سه کشور در دیدار مشترک ضمن با اهمیت خواندن همکاری‌های گسترده و سهجانبه در نشست خبری مشترک از دیدارهای مفید و پرمحتوا در تهران ابراز خوشنودی کردند. رئیس جمهوری روسیه در این نشست بر علاقه مندی کشورها به همکاری در خصوص مسائل فرهنگی، آموزشی و پزشکی تاکید کرد و گفت مسائل مهم از جمله امنیت منطقه در جلسات مورد تاکید و گفتگو قرار گرفته است. وی ای همچنین ایجاد کریدور ترانزیتی شمال جنوب بین سه کشور را از جمله مواردی دانست که منافع و صرفه اقتصادی مناسبی برای هر سه کشور خواهد داشت و خاطر نشان کرد این کریدور که از سال گذشته راه اندازی شده نتایج مثبت و مفیدی برای طرفین داشته است ایجاد کریدور ترانزیتی بین ایران و روسیه از شمال به جنوب ایران و دستیابی به آبهای جنوب از استراتژیهای همیشگی و خواسته های دیرین روسیه و اتحاد جماهیر شوروی سابق است که در دولتهای مختلف جمهوری اسلامی به شیبه‌های های مختلفی دنبال شده است احداث پروژه راه آهن بافق بندراباس که در دوران آقای رفسنجانی عملیاتی شد از جمله همین موارد است که با هدف دسترسی همسایگان شمالی به خلیج فارس اجرا شد دسترسی به خلیج فارس از جمله آرزوهای دیرین پتر کبیر در روسیه بود که همواره توسط همسایگان شمالی ایران دنبال شده و سال گذشته با ایجاد کریدور ترانزیتی شمال به جنوب گامهای دیگری در راستای عملیاتی شدن آن برداشته شد. طرح استیزاه وزرا در مجلس در حالی که هنوز بیش از دو ماه از رأی اعتماد مجلس به کابینه دوازدهم نمیگذرد و دو وزیر علوم و نیرو کمتر از یک هفته قبل از مجلس رأی اعتماد گرفتند نمایندگان مجلس طرح استیزاه وزرای کشور کار، تعاون بر رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش را به جریان انداختند. گفته می شود علت اصلی طرح استیزاه وزیر آموزش و پرورش به کارگیری نیروهای متهم به سوء استفاده از صندوق ذخیره فرهنگیان است. معرفی وزرای فعلی کشور و کار تعاون بر رفاه اجتماعی نیست. تا قبل از کسب رأی اعتماد در مجلس مورد انتقاد گسترده بسیاری کارشناسان قرار داشت و با توجه به سوابق نامناسب اجرایی در دوره قبل معرفی این دو وزیر به مجلس توسط روحانی اعتراض های زیادی را علیه او ایجاد کرد. گفته می شود که لابی های گسترده و همچنین دادن امتیازات فراوان از جمله دلایل مهمی بود که با وجود مخالفت های گسترده و سابقه بد اجرایی موجب رأی اعتماد مجلس به دو وزیر مذکور شد. مخالفت قوه قضاییه با نظر شورای نگهبان درباره سپنتا نیکنام با بالا گرفتن اختلاف نظر بین شورای نگهبان و مجلس در خصوص ادامه حضور سپنتا نیکنام منتخب زرتشتی شورای شهر یزد هادی صادقی معاون قوه قضایی ضمن تایید اختیارات شورای نگهبان در خصوص اظهار نظر درباره این موضوع اظهار داشت نظریه شورای نگهبان از نظر محتوایی اشکال دارد و نظر فقهای شورای نگهبان خلاف مسلحت بوده و نظر درستی نبود وی خاطر نشان کرد ورود یک نفر در جمع زیادتری در شورای شهر یزد مستاق سبیل کفار بر مسلمین که به عنوان دلیل مخالفت فقهای های شورای نگهبان با حضور آقای نیکنام در شورای شهر یزد مطرح شده نیست. او راه حل موضوع را گفتگو با فقهای های شورای نگهبان و متقاعد کردن آنها برای تغییر نظرشان در این باره عنوان کرد و خاطر نشان ساخت که اگر موضوع از این طریق حل نشد مسئله از طریق مجمع تشخیص مسلحت یا جای دیگر قابل حل است. وی همچنین با اشاره به نظر آملی لاریجانی رئیس قوه قضایی اظهار داشت ایشان نیز به سراحت گفته است شورای نگهبان بایستی در نگاه فقهی خود مسلحت را نیز در نظر می گرفتند. مخالفت قوه قضایی با نظریه فقهی شورای نگهبان در خصوص سپنتا نیکنام در حالی عنوان می شود که محمد یزدی نیز در واکنش به اعتراض های علی لاریجانی رئیس مجلس در خصوص لغو عضویت آقای نیکنام در شورای شهر با انتقاد تند از وی تا برای رضای خدا قانون انتخابات را تغییر دهد و محدودیت هایی برای ثبت نام افراد برای پست های انتخاباتی من جمله ریاست جمهوری وضع کند. وی همچنین با غیر دقیق خواندن اظهارات علی لاریجانی در خصوص آقای نیکنام گفته بود صرف رئیس مجلس بودن کافی نیست که فرد هر را به ذهنش میرسد مطرح کند و ایشان باید با فقها ها و حقوقدان ها مشورت میکرد و بعد در این باره اظهار نظر میکرد. واکنش مردم به بازدید وزیر اطلاعات از نمایشگاه مطبوعات با عدم رسیدگی به مشکلات سپرده گذاران پدیده مال باختگان روز چهارشنبه با شعارهای تندی از وزیر اطلاعات خواستند که به وضعیت آنها رسیدگی کند آنها در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلات پدیده از وزیر اطلاعات و دولت خواستند تا به طور جدی و ویژه روند پیگیری پرونده پدیده دنبال شود محمود علوی وزیر اطلاعات نیز با اشاره به اینکه تاکنون به طور ویژه پیگیر پرداخت مطالبات مال باختگان بوده است در واکنش به اعتراض تند مردم نسبت به وی اظهار داشت با توجه به برخورد امروز دیگر به پیگیری مشکلات آنها ادامه نخواهد داد آقای علوی وزیر اطلاعات در حالی از عدم رسیدگی به مشکلات مال باختگان به علت اعتراض آنها میگوید که رسیدگی به این مسئله و حمایت از حقوق مال باختگان جزو وظایف وزارت اطلاعات است. در این حال با وجود عدم رسیدگی به مشکلات پیشین پدیده مجددا فعالیت خود را از سر گرفته و آگهی های مؤسسه در رسانه رسمی نیز همچنان منتشر و ارائه می شود. با این وجود در حالی که فعالیت های پدیده همچنان از طریق رسانه و در سطح جامعه ادامه دارد طبق اظهارات چی نماینده زنجان در مجلس شورای عالی امنیت ملی طی مصوبه ای از صدا و سیما خواسته است که صدای اعتراض سپرده مال مالباخته در رسانه ملی هم منتشر نشود. التیماتوم دولت عراق به اقلیم کردستان به گزارش رویترز دولت عراق برای تحویل فرودگاه ها و گذرگاه های مرزی منطقه کردستان ضرب العجل تعیین کرد دولت مرکزی عراق دو روز به اربیل مهلت داده است تا تمامی گذرگاه ها و فرودگاه های منطقه کردستان را تحویل نیروهای دولت مرکزی دهند دولت عراق پیشتر پیش از برگزاری همه پرسی جدایی کردستان و همچنین بعد از آن از حکومت منطقه کردستان خواسته بود فرودگاه های سلیمانیه و اربیل و گزرگاه های مرزی این منطقه را تحویل دولت مرکزی دهد. فرماندهی عملیات مشترک ارتش عراق نیز در بیانیه ای که عصر چهارشنبه منتشر کرد، هشدار داد که در صورت تداوم کارشکنی های اربیل، نیروهای فدرال عراق وارد عمل خواهند شد. سیا و انتشار اسناد القاعده به گزارش رویترز سازمان جاسوسی آمریکا سیا نزدیک به 470 هزار فایل دیگر از اسناد بن لادن را که در حمله ماه می 2011 نیروهای آمریکایی به مجتمع مسکونی وی در پاکستان به دست آورده بودند منتشر کرد مایک پومپیو رئیس سازمان سیا در این خصوص گفت انتشار مکاتبات ویدیوها فایل های صوتی و سایر اسناد القاعده فرصتی برای مردم آمریکاست تا اطلاعات بیشتری در مورد نقشه ها و اقدامات این سازمان تروریستی به دست آورند. سازمان سیا به دنبال فرصت های دیگری است تا این گونه اطلاعات را در اختیار مردم آمریکا قرار دهد. این کار در راستای تعهد ما برای حفظ امنیت ملی صورت می گیرد. موارد انتشار شامل فایل های صوتی، تصویری، عکس، اسناد و سیستم عامل نرم است. یک فایل 19 صفحه ای از مطالب مربوط به رابطه ایران و القاعده است که توسط نیروی ارشد القاعده نوشته شده است. همچنین رویترز میگوید این اسناد برای نمونه در برگیرنده ویدئویی از عروسی حمزه بن لادن است که در ایران فیلمبرداری شده است. این پرونده ها نشان میدهند که بن لادن به سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نامه نوشته و خواستار آزادی اعضای خانواده اش شده بود. بن لادن زمانی نیز قصد کرده با نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه که آن را خطرناک میدانسته مقابله کند. رهبر القاعده زمانی خواستار رو بودن یک دیپلمات ایرانی شده بود تا در مقابل به تبادل با فرماندهان بازداشتی خود دست بزند. استعفای وزیر دفاع انگلیس خبرگزاری رویترز از استعفای وزیر دفاع این کشور به دنبال طرح اتهاماتی علیه وی در خصوص رفتار نامناسب با یک زن خبر داده و متن استعفای وی را نیز منتشر کرده است آقای فالون در متن استعفانامه خود اقرار می کند که رفتارش در گذشته در حد معیارهای عالی نبوده است او در متن استعفانامه خود خطاب به نخست وزیر بریتانیا به چند اتهام در مورد اعضای پارلمان از جمله اتهاماتی مربوط به رفتارش در گذشته اشاره می کند. این در حالی است که ساعتی پیشتر از اعلام این خبر سخنگوی خانم می در روز چهارشنبه تکرار کرده بود که وزرا مشغول کار خود هستند. وزیر دفاع انگلیس چندی پیش از کرد که 15 سال پیش در یک مراسم شام دست خود را روی زانوی یک مجری زن رادیو گذاشته است. فالون همچنین گفت که در همان زمان از این مجری به خاطر رفتارش عذرخواهی کرده است. پیش از این جولیا هارتری برو مجری رادیو وقوع این رویداد را افشا کرده و گفته بود. در آن زمان در واکنش به این حرکت فالون به وی گفته که اگر این کار را دوباره انجام دهد با مشت به دماغ او خواهد کوبید. ساعتی پیش از انتشار خبر استعفای آقای فالون، ترزا می از رهبران دیگر احزاب خواسته بود که برای گفتگو درباره همین اتهامات جنسی که گفته می شود، در وست مینستر رخ داده با او دیدار کند. ترامپ به دنبال اعمال فشار مضاعف چین علیه کره شمالی رئیس جمهوری آمریکا در دیدار روزهای آتی با همتای چینی خود وی را برای اتخاذ تدابیر جدیتر علیه کره شمالی تحت فشار قرار خواهد داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقامهای ارشد دولت دانلد ترامپ اعلام کردند که رئیس جمهوری آمریکا در جریان سفر خود به پکن به دنبال آن خواهد بود که شی جین پینگ رئیس جمهوری چین را در راستای اعمال فشار بیشتر علیه پیونگیانگ متقاعد کند. در حالی که ترامپ در راستای اعمال فشار چین علیه کره شمالی تلاش می کند مشخص نیست که شی جین پینگ که به تازگی قدرت خود را در حزب حاکم این کشور مستحکم تر کرده است تا چه اندازه از خواسته های رئیس جمهوری آمریکا پیروی کند دولت پکن بر این باور است که در خصوص توصیف میزان نفوذ این کشور بر پیونگیانگ مبالغه می شود در همین حال مقام های آمریکایی گفتند که این کشور و هم پیمانانش در حال حاضر مشغول جمعآوری اطلاعات درباره معاملات بانکی چین با کره شمالی هستند تا مؤسساتی که بیشترین تعامل را با کره شمالی دارند شناسایی شوند. هدف این کار به گفته مقام های آمریکایی ارائه پیشنهادهایی برای افزایش تحریم ها علیه مؤسسات چینی که با کره شمالی تعامل دارند می باشد. چیروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق درخواست دیدار با اردوغان رئیس جمهور ترکیه را کرده این اتفاق در آنکارا اما با حساسیت زیادی از سوی رسانه ها دنبال می شود. ابراهیم کالین سخنگوی دفتر ریاست جمهوری ترکیه روز گذشته در واکنش به این درخواست گفته است شرایط اکنون فرق کرده و با عدم تمدید مدت ریاست مسعود بارزانی و انتقال اختیارات وی به نچیروان بارزانی وضعیت متفاوت می شود. او گفت البته این پیشنهاد را ارزیابی خواهیم کرد. کالین میگوید این رئیس جمهور ترکیه آقای ارغان خواهد بود که تشخیص میدهد این دیدار صورت بگیرد یا خیر اما اقلیم کردستان باید پیش از آن گام های را در این زمینه بردارد به نظر میرسد ترکیه میخواهد تعهدات و تضمین های سفت و سختی را در قبال حفظ یک پارشگی عراق و تامین امنیت خودش از رهبران اقلیم بگیرد حالا نچیروان بارزانی هم قصد دارد در فضای بدون مسعود بارزانی برای برقراری آشتی با تهران و آنکارا تلاش کند و شرایط را بار دیگر به حالت تعادل در بیاورد اما جدای از این اتفاق خوشایند برای مقامات آنکارا در سوی دیگر مرزهای ترکیه یعنی سوریه اتفاق ناخوشایندی برای آنکارا در حال رخ دادن است و آن دعوت روسیه از حزب اتحاد دموکراتیک سوریه پیده و شاخه نظامی آن یپگ برای نشست کنگره مردمی سوریه در شهر سوچی است. ترکیه حزب کردی پیده را یک گروه تروریستی میداند و همواره مخالف دعوت از نمایندگان این حزب در گفتگوهای مذاکرات صلح سوریه بوده. ابراهیم کالین روز گذشته در این باره گفت این تصمیم از سوی روسیه غیرقابل قبول است. او گفته تصمیم دوستان ما در مسکو برای ما غیر منتظره بوده روزنامه یعنی شفق نزدیک به موازه دولت ترکیه هم با دلخوری از این تصمیم مسکو نوشت روسیه بدون توجه به ترکیه از حزب کردی پیده در کنگره مردمی گروه های سیاسی سوریه دعوت کرده و این موجب ناراحتی عمیق ترکیه است اما در پی استفای تعدادی از شهرداران ترکیه که به درخواست آقای اردوغان صورت گرفت بار دیگر انتخاب رأی‌ها از آقای ارغون و حزب آک پارتی از سوی مخالفان بالا گرفته در این زمینه کمال قلیشدار اغلو رهبر حزب جمهوری خلق از اردوغان خواسته تا انتخابات زود هنگام محلی را برگزار کند او گفته حال که این دست سمت خود کنار رفتند دلیل وجود ندارد که ما تا پایان دوره 17 ماهه قانونی صبر بکنیم در مقابل اردوغان گفته تاریخ برگزاری انتخابات تغییر ناپذیر است باید به این نکته اشاره کرد که در ترکیه اتفاق آرامی در حال افتادن است به ویژه با آمدن خانم مرال و تأسیس حزب جدیدش مخالفان آقای اردوغان به انتخابات ریاست جمهوری در سال 2019 چشم دوختند مگر این بار با اعتلافی سراسری بر او و حزبش پیروز شوند در سوی دیگر وکلای آقای ارغان علیه بلند تورجان سخنگوی حزب جمهوری خلق طرح شکایت کردند آن هم به اتهام توهین به رئیس جمهور بلند تورجان چندی پیش ارغان را دیکتاتوری فاشیست خطاب کرده بود و نهایتا روزنامه حریت خبر میدهد روز چهارشنبه سردار کوزلوغلو روزنامه نگار مشهور ترکیه به اتهام همکاری با گروه گل بازداشت شده بعد از حدود یک سال و نیم از وقوع کودتا در ترکیه هنوز هم بازداشت افراد مختلف به اتهام دست داشتن در کودتا ادامه دارد